سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت دیگه ای از بازی روم تو تالوارد. همپگین مقدونیه هستیم، اومدیم جنوب ایتالیا رو فتح کردیم و خاندان بروتی از چهار خاندان روم در این بازی روم تو تالوارد یک رو نابود کردیم. حالا ارتش رو برداشتیم، یه دکمه ام میزنیم، ارتشمون نیروهاش با هم دیگه فیکس میشن، این دوتاییه رو میبریم داخل شهر که دوباره ترینشون بدیم، ریترینشون کنیم و بازپروریشون کنیم و دو تا ارتش سوار نظاممون رو قصد دارم بفرستم به سمت پایتخت ایتالیا روم و اونجا رو فتح کنیم به عنوان یکی از شهرهای مقدونی از این به بعد به حساب بیاد. خیلی خوب، این کاری نداریم تو این تورن و بریم تورن بعدی ببینیم قراره که چه اتفاقاتی برامون پیش بیادش. خب درآمدمون که همینطور تورن به تورن داره عالی تر میشه. 7500 تا ورودی مالی داشتیم و میتونیم این درآمد رو صرف ساخت و ساز تو شهرامون بکنیم، مخصوصا دوتا شهرهایی که تازه از ایتالیا گرفته میشون. قوی ترین فاکشن هم شده مصر. متاسفانه بین ما و مصر رد و بدل میشه این قضیه. نیروها هم که ساخته شدن و اینم دیپلماتی اینفورمیشنه که جرمنی با هوساک جولی متحد شد و نومیدیا با مصر صلح کردن. آفریقا در صلح قرار گرفت و این برای اروپا بده، چه رومی ها چه ما. خب شهرمون تقریبا میشه گفت پر از سربازه و میتونیم سربازا رو خارج کنیم. بله، این شاهزادهمون رو با این ارتشش به سمت شمال میفرستیم. اینجا هم که ارتشمون تقریبا فیکس شده به جز امپراتورمون و گروه های پیاده نظام، بقیه میخوام جوین این دوستمون بدن. خب همشون کامل نمیتونن. خب شما جوین شاهزاده بدین، شما دوست عزیز برگرد داخل قلعه. خب اینجا هم که این ستا برن داخل قلعه. خیلی خوب، یه ارتش کامل نزدیک مرز سکا داریم. اینجا چند تا سوار نظام داریم، اینا رو هم میبریم به سمت شمال که حمایت کننده یه ارتش این شاهزادهمون باشن. و یه ارتش دیگه هم، دو سه تا ارتش دیگه البته داریم. اینجا یه ارتش داریم که تقریبا 2, 4, 6, 7 تا واحد نظامی دیگه میخواد تا شهر پر از سرباز شه و 2, 4, 5, 12 تا میخواد تا یگان این شاهزادهمون کامل شه. ولی خب این شاهزادهمون بیشتر دوست دارم که مدیر یک شهر باشه تا اینکه ژنرال یک جنگ. پس فعلا تو این ارتش دست نمیزنیم. اینجا هم که باید سرباز بیشتری بسازیم. زدم برای ساخت. داخل پادگانمون ببینیم چه خبره. خوب، تعداد خوبی سرباز هستش و اونا رو به داخل پایتختمون میبریم. به این شاهزاده جنگجومون رو که با برادرش واقعا قوقا کردن و یونانی ها و رومی ها رو در خاکمون شکست دادن به خوبی، به داخل پادگان میارم. تقریبا 2, 4, 5 تا واحد سوار نظام دیگه بیاد، ارتش این شاهزادمون هم کامل میشه. اینجا هم تقریبا میشه گفت ارتش خوبی داریم. 3 تاشو بدیم به این شاهزادمون. چرا دور زد؟ به خاطر این ربلا. این ربلا رو هم باید نابود کنیم. حالا تورن بعدی نابودش میکنیم. اینجا این شهرمون. اینجا باید بزنیم که
ریترینش این دوره رو ریترین کنه و 2, 4, 5 تا تقریبا سوار نظام بسازیم. خب بریم تو شهرهای رومی، اینجا یه بار دیگه ریترین رو بزنیم، این وارد سرباز و یکی دو تا از اینا ساخت و ساز دارن، این دوتا شهر ساخت سرباز هم دارن هر دوتا شهر. معبدای این شهر رو باید ببینم که چیه. درسته معبداشون هم معبد زئوسه و یه جزیره هم اینجا فتح کردیم، ساخت و ساز نداره. خب یه دو سه تا سرباز براش بسازیم، بریم تو این لیستمون و ببینیم شهرهایی که میتونیم براشون ساخت و ساز اضافه کنیم کدوم شهر. این شهر هست 150 تا پابلیک اوردر داره، 153 تا ورودی. اسپارتا هستش و پایتخت قبلی شهرهای یونانه، پایتخت یونان امروز قدیم بوده انگار. و چیزی که ما میتونیم بهش اضافه کنیم یه بازار بزرگ یا یک مزرعه بزرگ. بازار بزرگ ترجیح میدم، یه بازار بزرگ اضافه میکنیم، کل پولمون هم تقریبا میشه گفت رفتش. اسپارتا. خب بریم در روم، در ایتالیا و این ارتشمون هم تقریبا میشه گفت که پایه‌هاش چیده شده. خب از ارتش این شاهزادهمون میخواییم چند تا سرباز جدا کنیم، به این شاهزاده بدیم. 2, 4, 5 تا لازم داره، 1, 2, 3, 4, 5. بریم به این شاهزاده ارتشش کامل بشه و به سمت شمال حرکت کنه. و اینجا دوست دارم که یک برج دیدبانی بسازه برامون، واشتاور. و اینا پایتخت خاندان اسکیپیه، اینو میتونیم بگیریم یا میتونیم مستقیم بریم داخل خاک روم. مثلا مستقیم برم داخل خاک روم و روم رو بگیرم. روم تقریبا میفته اینجا پشت این کوه هست، میخوام برم اونجا رو بگیرم. خیلی خب فعلا تو این تورن نمیتونیم کاری انجام بدیم، بریم تورن بعدی. سکه ها دارن ارتششون رو نزدیک به مرز ما میکنن از طرف شمال، منم خب یه شاهزاده بردم. خب هاوس آف اسکیپی یه جاسوس فرستاده توی این شهرمون و بعد مواظب باشیم از پشت خنجر نزنه. پمپ دستی اختراع شد، یه مرزی اومده تو مقدونیه، بعد ببینیم کدوم شهرمون منفی جمعیتش. اوه تو هم پایتخت مقدونی هم هست. خوبه شاهزاده رو از اونجا بردیم بیرون و این بده، این تقریبا میشه گفت خبر بدیه برای ما. این شاهزاده همون دوستان با این ریولا وارد جنگ شه، ریولا عقب نشینی کردن دوباره بره وارد جنگ شه و سیستم پیشبینی کرده که 8-3 میبریم. نیرو چی دارن؟ این راهشون 11 تا دفاع دارن، خیلیه. خب اونا 375 نفر، همون 943 نفر. بچه ها ببینیم ایای کامپیوتر چقدر کشته میده. 137 تا کشته دادیم ولی خب خوبه، زدیمشون تقریبا میشه گفت. خب یه پیروزی دیگه برای این شاهزاده جوان. نیروهاشو دوباره ریست کردیم و دوستانم به سمت شمال حرکت کنم. یکی رو حرکت دادم.
خب دوباره قوی ترین فکشن ما شدیم، بین ما و مصر جا و جا میشه این قضیه و اینا که گزارش نیرو و اینا. بریم تو ساخت و ساز ببینیم که شهرمون چی کم دارن از نظر ساخت و سازی. شما هیچ ساخت و سازی نیست داخلت، اینا بساز. شما ریترین میتونی بدی؟ خب همه رو یه ریترین بده. پادشاهمونه؟ نه شاهزادمونه. درآمد شهر کمه، یه بازار بزرگ بساز. اینجا که فقط ساختمون نظامی میتونیم بسازیم، نمیدونم. اینجا مارکت رو بساز برای این شهر. اینجا یه لحظه ببینم تمونده پولم رو برای این شهر خرجش کنم. یه معبد زئوس هم بسازیم اینجا با این مزرعه که یکم مردم خوشحال شن و فشار از روی مردم برداشته شه. کجاست این شهر کورتون؟ احتمالا همین شهری باشه که از رومیا گرفتیمش. آره این شهر است. خیلی خوب، اینجا ارتش شاستاتمون تقریبا داره کامل میشه. اینجا یه یگانی داره برای خودش این شهر، دوست دارم بزنم بقیه سربازاش برن داخل شهر تارنتون یا همچین چیزی. خب خیلی خطرناکه این حرکتی که میخوام انجام بدم، اما میخوام شاستاتمون وارد خاک روم کنم، یعنی ایالت روم و شهر روم، و اونجا پر از ارتشه و متحدش خاندان حساب جولی و خاندان اسکیپی هم در شمال جنوبش قرار دارن، میتونن سریع براشون نیروی کمکی اعزام کنن و کلا خطرناک. بریم ببینیم که چه خبر اوضاع. خب دو سه تا فامیلی ممبر دارن ولی یه ارتش تقریبا کامل میشه اینجا گفت دارن که پادشاهشون، جانشینش و سه تا یه فامیلی ممبر و دو تا جنرال داخل ارتشه و نیروهای نظامی خوبی هم دارن. این نیروهاشون تریاری جلوی سوار نظام خیلی خوبن، تا حد ممکن باید با این ارتش برخوردی نداشته باشیم و اگرم برخوردی داریم که کل روم رو میتونه راه بره، اگرم برخوردی داریم باید قشنگ مبارزه کنیم. اگر وارد این جنگ بشیم احتمالا با 7-8 تا شاهزاده و پرنس روبرو بشیم که این جنگ رو به نفع اونا میگردونه. پادشاهشون تقریبا 2-4-6 ستاره است و خیلی معروفه، اینفلوئنسش خیلی خوبه. جانشینشون هم کمتره. باقیشون رو بخوام ببینم، این سفر رو بزنم بره. دو ستاره، 27 ساله، اینم هیچی. این جنرالشون هم دو ستاره. خب نظرتون چیه؟ اول بریم با اون ارتشش درگیر شیم، ارتش رو نابود کردیم، بعد بیایم سراغ روم، چون مطمئنم داخل این روم که سنا هم هست دو تا جنرال دیگه دارن، اینجا هم که 5 تا دارن میشه 7 تا، خیلی قوی میشن. ارتش ما اونقدر قوی نیست، نیروی نظامی کمکی هم بخوایم بگیریم اونقدر نیروی قوی نیست. اصلا کار من با پیاده نظام هم خوب نیست. این جنرال هم ببینم تخصصش در چه حده، دو ستاره است، 28 ساله دو ستاره. خب 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 ارتش رو فعلا همینجا نگه میدارم یا بیارم تو مرزهای خودم نمیدونم. فورت نظامی هم که نمیتونیم بسازیم، یکم برش گردونم عقب، نه. یکم بره جلوتر، بازم نه. بریم اون طرفتر. اوه گریک سیتیز اینجا هم، دمشون گرم، دمشون گرم. بریم نزدیک روم فعلا تا ببینیم ارتش دیگه همونو میتونیم بیاریم سمت شمال یا نه، ولی بعید بدونم سریع آماده شه، مگر اینکه این ارتش رو از حالت
از دفاع از این شهر خارج کنم و کشتی رو بیارم این طرف. به جز شما ستا و تو منجنیق برم داخل کشتی و تا پای این برج دیدبانی میتونه بیارشون. خوبه، خیلی هم خوب شد. خب از اینجا چند تا واحد میتونم برای کمکش بفرستم؟ 8 تا دیگه میخواد. این 8 8 رو انتخاب کردم، به این شاهزادم بپیوندم و این شاهزادم تقریبا جنگجوی خوبیه، جنگجوی خیلی خوبی، 7 ستاره است، 25 سالشه و خوبه. همین رو به سمت روم هدایتش میکنیم. امیدوارم به این شاهزاده دیگه هم حمله نکنن. اگر هم حمله کردن یه بار عقب نشینی میکنم، جنگ بعدی رو اگه مجبور بشم اونجا میجنگم. خب همونطور که پیش بینی کردیم اومدم برای دفاع از شهرشون و جالبیش اینجاست که سیستم پیش بینی میکنه که اونا شانس بردشون 10-3. اینجا هم دوتا فامیلی ممبر دارن که این خیلی معروفه و ایشون هم منیجمنت خوبی داره. بله خیلی ارتش سنگینی دارم. من یه بار عقب نشینی میکنم، رفتم تو ساحل، دوباره بهم حمله کردم، 20-9 شد. 10-3 20-9 زیاد فرقی نمیکنه، ولی خب توی بندر روم داریم با ارتش بزرگ روم وارد جنگ میشیم و هیچ سوار نظامی ندارن و 5 تا سوار نظام که دارن همشون ژنرالن. یکیشو بهتون نشون بدم، 13 تا قدرت اتک دارن، 16 تا دفاع. این پادشاهشونه. حالا یه کنجکاوی که دارم، این جانشین پادشاهشون که 50 سالشه یا همون قدره، 11-14 یکم ضعیفتره ولی تقریبا همون قدره. این تختش میکنه با این شاهزاده جوان ما، احتمالا ارتشمون کامل نابود شه، ولی خب دوست دارم تا حد ممکن از اونا کشته بگیرم که ارتش بعدیمون بیاد کارشون رو تموم کنه. برو بریم ببینیم که چی پیش میاد. خب حرفای شاهزاده رو قطع میکنیم. نمیتونیم یورش کامل ببریم چون ممکنه از واحدهای تریاری که جلوی سوار نظام خیلی خوب هستن داشته باشن و ارتشمون رو تیتو پر کنن. وای میستم اول اونا بیان جلو، ولی خب من آرش ارتشم رو به همین شکل حفظ میکنم توی دش بازه که نزدیک بندرگاه شهر روم هم هستیم و شهر روم شاید از اینجا دیده شه. اونجا باید شهر روم باشه، جایی اون کوه یکم جلوتر، جایی درخت ها، جایی لبه موس. خیلی خوب، فرمانده دلیر ما، فرمانده مقدونی در برابر رومی ها. خب بازی شروع شد. کل سربازا رو انتخاب میکنم، داخل یک یگان قرار میدم، دارن فلنکاشون از اطراف میفرستن سراغ سوار نظام من. من دوست دارم یکم بیام عقبتر چون اونا دارن خیلی با سرعت میان. یکم با سرعت عقب نشینی میکنیم، رنج کمانداراشون بهمون نرسه، بعدش تصمیم میگیریم که چطوری حمله کنیم. هدف اصلیمون کشتن پادشاهشونه و بعد 4 تا شاهزاده و ژنرال دیگه شون. خوبه که فلنکاشو رساده چپ و راستش، ولی تا پادشاهشون رو نابود نکنیم هیچ شانسی جلوشون نداریم.
از اینم دوربین نمیذاره برم جلوتر، نیروهاشون هم نمیتونم واقعا تشخیص بدم تریاریاشو کجا گذاشته. خب اگر یه لحظه بازی رو پاز بزنیم یا آنالیز بکنیم، دو تا جنرال اینجا دارن، دو تا جنرال اون طرف، خود پادشاه مرکز وایساده، دو لایه سرباز داره، حساتیاش خیلی هن و پرینسیپلن اینا هیوی اینفنتری هن، حساتی پرینسیپل. خب یه واحد سنگین اصله هم اینجا داره جلوی خودش برای دفاع خودش و تریاریش اینجاه و این طرف گوشه ها تریاری داره. اینجا یه واحد سنگین اصله داره، ولی خب میخوام شانس همو امتحان کنم برم به مرکزش و به سمت پادشاهش اتک بدم، چون رو حالت استوپه اتک ها رو میدم. بریم ببینیم چی میشه، آیا این چیزمون جواب میده یا نه. شخصاتمون باید کنار سربازا حضور داشته باشه اما بینشون باشه که روحیهشون رو تا حد ممکن حفظ کنن. بچه خودم امید زیادی ندارم این جنگ رو ببریم، چون 10-3 زده احتمال باختمون هست، ولی خب میریم که با این روش حداقل امپراتورشون رو بکشیم و نصف سربازاشون رو حداقل نابود کنیم. خب شاهزادان هم یه اتک نرمال بدیم، بازی رو اجرا میکنیم، همه دارن حمله میکنن، شاهزاده رو دابل اتک دادیم. و آماده باشیم که برخورد اولیه رو داشته باشیم. شیپور اول هم سریع میزنم رویشون از دست ندم. خوبه شاهزاده هم اونجاش خوبه. کشه زیادی داریم میدیم، اگه بتونیم به جنرالش برسیم خیلی خوبه. جنرالایش هم از اطراف دارن به ارتشمون حمله میکنن. جنرال خودم وسط قرار گرفته و دوست ندارم کشته بشه. خیلی داریم کشته میدیم. کاملا محاصره شدیم و احتمالا جنگ رو ببازیم بچه. زیر رگبار تیراشون هستیم. یه جنرالشون رو کشتیم، نیروهامون دارن تسلیم میشن، یه شیپور زدیم، خب ارتشمون شکست خورد بچه، خیلی قویه. جنرالمون هم کشته شد، ارتش برگشت کلن. میذاریم رو سنتون که دیگه حوصله اون سر نره، دوست نداشتم این جنگ ها. همه تون تسلیم شید. خب بچه ها با 1000 نفر تقریبا 300 نفر ازشون تونستیم کشته بگیریم و ارتششون خیلی قویه. شاهزادهامون هم کشته شد و شکست خوردیم. اولین شکست ما از ارتش بزرگ روم اینجا اتفاق افتاد. اصلا دوستش نداشتم. بعد یه ارتش دیگه هم سریعتر بیارم. خب درآمدمون بیشتر شد چون نصف حقوق بگیرامون تو روم مردن. اینجا داریم کشته زیادی تو این شهر میدیم و قوی ترین فکشن هم مصر شد دوباره. اینجا هم که گفت این شاهزاده هم مرد متاسفانه و به همین شکل متاسفم. خب این شاهزادمون رو تا اینجا میتونیم بیاریم، اینو ببریم داخل خاک روم تا به ارتش اصلی کمک کنه. خب کشتی رو ببینیم میتونیم بیاریم نزدیک. کشتی اون کجاست؟ وای یه کشتی بزرگ رومی هم داره نزدیک میشه. خب
خب اینا نمیتونن فعلا سوارشن، ولی خب سوار. اینجا یه ارتش تقریبا شکست خورده داریم، میتونیم سریع برسونیمش به شهر و بازپرورشون کنیم. کجا رفتن؟ نابود شدن کلن؟ باگ بازی بود؟ نه آه نیومدن. آه الان اومدن. خب 54 تایی ها برم بیرون. اینجا همه بجز آه اینجا همه برن این طرف. خب یه ریترین اینطوری سریع تر سرباز، انگار لازم نیست چند تا واحدشون رو بدیم به بقیه، اینطوری خیلی سریع تر میتونیم نیروها رو اضافه کنیم. هم این شاهزاده هم احتمالا با همین ارتش حرکتش بدم و ببرمش به سمت روم. با دو تا ارتش کامل میریم، فتح سختیه ولی خب باید تمامش کنیم و دوست دارم که روم رو بگیرم به عنوان آخرین ستلمنتمون که لازمه فتحش کنیم برای تمام کردن این چمپگین جذاب. خب ما اینو میسازم قطعا. اینجا مزرعه رو میسازم. بریم ببینیم پابلیک اوردر رو ضعیف چی داریم. شما ساخت و ساز داری عزیزم، شما پابلیک هلس، بعدش هم فارم رو برات میسازم. شما تمپل زئوس ریترین هم داری. او اینجا پایتخت اونه که توش مقدونیه، که توی مقدونیه قرار گرفته و مریضی افتاده، تاون افتاده بهشون. خب 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 بریم تورن بعدی. نه اوکی همشه نمیخوام. خب سکا ها دارن میرن سمت دوسیا، از داخل مرز ما هم دارن رد میشن. ارتششون هم سوار نظام ایناست. ارتش قوی دارن و همچنان داریم کشته میدیم به خاطر تاونی که توی پایتخت کشورمون افتاده. و دوسیا با بریتانیا وارد صلح شد. خب اینجا ارتش این شاهزادمون رو میتونیم حرکت بدیم یا نه؟ چند تا رو باید درست کنه برای خودش، یکی دیگه هم بسازه. خب این کشتی رومی داره به سمت این کشتیمون میاد که کشتیمون رو نابود کنه و دو شیپ خیلی قوی هم داره. بعد ترسید از اون. خب آرمیه ما تقریبا میشه گفت کامل شده تو این کشتی. یکی دیگه میتونیم به این کشتیمون بدیم که این سرباز خواهد بود. خب حالا ارتشمون رو میتونیم اینجا پیاده کنیم که کشتیمون حداقل توی امنیت کامل باشه و نتونه روم بهش حمله کنه. اینجا هم که این جنرالمون رو به سمت شمال میخوام حرکتش بدم. اینجا هم که تورن بعدی که این سربازا کامل دوباره ریترین شدن، با سه تا ارتش میریم طرف روم و شکست بعدی خوردیم در مجموع. فکر نکنم پابلیک اوردر این شد 225. یا خدا. خب برای شما همین دوتا ساختمون رو بسازم، خوشحال باشید، بیکار نباشید حداقل. خب این شهر همون ساخت و ساز نداره. خب بلک اسمیت نه دیگه، کافیه. و این شهرمون چی؟ دیوار رو براش بسازیم. این شهرمون هم که هیچی نداره فعلا. اوکی بریم برای قسمت بعدی آماده شیم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و مرسی از نگاه زیباتون. منتظر قسمت بعدی
باشین انشالله که بتونیم تو قسمت بعدی روم پایتخت ایتالیا رو فتح کنیم. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah.